پس ما باید از فرصت ها استفاده کنیم و در رابطه نهاد مردمی هم بسیار نزدیک هستیم. دیروز هم یه جلسه دیگه داشتیم برای اولین بار چند تا از بچهای داخل کشور که سالها هم باشون آشنایی نداشتیم اومدن نگاه کردن و گوش دادن و سوالی که در تمام این جلسات از همه میشود اینه که آقا این طرح و سیستم ما میدونیم 100% عالی نیست، میدونیم 100% پرفکت نیست، میدونیم که توش اشکال داره، ولی به اندازه کافی خوب هست که جلو چشم مردم با هم شروع کنیم بریم جلو و اشکالاشو در بیاریم؟ و همه گفتن بله. تا امروز همش اینجوریه و برنامه‌ای داریم در چند روز و یک دو هفته آینده این جلسات رو بیشتر کنیم، احتمال زیاد جلسات بزرگتر کوچکتری در اروپا و آمریکا و جای مختلف بذاریم که عزیزان دیگری هم که مایل هستن بدونن بیشتر بدونن و البته با رسانه‌ها اینا بار دیگه صحبتی بشه و بتونیم که این کارو همه با هم بدون اینکه این ساختار و این طرح متعلق به یک شخص و یک گروه باشه، بلکه متعلق به هر کسی باشه که میخواد گوشه از کارو برای آزادی ایران بگیره بریم جلو. حرف از بنده زیاد، بریم به صحبت. اوکی، قبل از سامان ملکی چون از ایرانه، سامان ملکی عزیز صحبت بکنه 3 دقیقه، بعد میریم تو اتاق یاهو آیدی فرزین باحال صحبت میکنه. او ببخشید، گرین آرمی میکروفونش خراب. گرین آرمی شما علامت بده لطفا، نوبت گرین آرمی بود. اگه صدای من داری میکروفونش مثل این درست شده. بله، گرین آرمی شما 3 دقیقه، اون دوست دیگه هم که نتونست اونم به من علامت بده که بعد بیاد صحبت کنی. گرین آرمی 3 دقیقه. خب، سپاسگزاری میکنم از جناب دکتر فروتن، معذرت میخوام به خاطر اشکال مایک. درودی عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز در هر کجا که هستید، شب همگی به خیر باشه. یک نکته ای که میخواستم عرض کنم این تجمعی بود که امروز این برادران عربده کش جلوی مجلس انجام داده بودن. این اتفاق یک سری نکاتی رو به ما یادآوری میکنه. یک، اینکه برای اولین بار بود که اطلاع رسانی برابر شد، یعنی اونا از هیچ جای استفاده نکردن، آدم از شهرستان نیاوردن، مثل ما. تازه این 200-300 نفری هم که اومده بودن بازم آورده بودنشون، مثل ما نبودن که خود ملت بیان. یعنی ثابت کرد در حالت عادی اگر اون تبلیغاتی که ما برای تظاهراتمون میکنیم اونا بخوان بکنن، ما چند صد هزار نفر میاییم، ولی اینا امروز 200-300 نفر بودن. یک بار دیگه ثابت شد این بیشمار بودن ما، به همگان ثابت شد. نکته دوم، این تجمع دیروز پایه‌ریزی شد. من خبرش رو در سایت ساندیسکور رجانیوز خوندم که تعجب کردم، دیدم این تظاهرات های ما که مثلا میزنیم فلان ساعت فلان جا، زدم ساعت 10 صبح جلو مجلس، گفتم چه جالب، تجمع فقط واسه ما مجوز میخواد، فقط ما باید از یه هفته قبل از یه ماه قبل درخواست بدیم به وزارت کشور و نمیدونم اگر حزب نباشی درخواست قبول نمیشه و تازه اگر حزب باشی باید فلان باشی. و دیروز خیلی راحت اعلام کردن، امروز هم اومدن بیرون، هیچکی هم کوچیک‌تر از گل بهشون نگفت. و معذرت میخوام، من سرفه میکنم، سرما خوردم. مهمترین نکته ای که این اتفاق برای ما یادآوری میکنه اینه که حلقه این رژیم داره روز به روز تنگتر و تنگتر میشه و دایره تحمل طرفداران رژیم و خود رژیم هی کوچکتر و کوچکتر و بسته تر میشه. شما تو این یک سال دقت کنید ببینید، اول موسوی و کروبی از این دایره خارج شدن، بعد شروع شد یواش یواش آدم های دیگه، منتظری، صانعی، نمیدونم بیات زنجانی، اینا حالا علما بودن، بله آقای نوریزاد، بعدش همینجوری هی تنگتر به جایی رسید که دیگه
پسر بهشتی تو زندان شده و پسر مطهری میگفتن سران فتنه و و این داره خوابی نکته خوبیه و نوید روزای خوبی رو به ما میده که هر روز و هر روز هی داره این حلقه تنگتر میشه و من پیشبینی میکنم تا چند ماه آینده به وضعیتی برسه این جریانات که فقط خودشون بمونن یه مشت عربده کش، چون انقدر این دایره تنگ شده کسی کوچکترین حرکتی انجام میده از این دایره خارج میشه، کوچکترین حرفی بر خلاف اینو میزنه. شما امروز عکسان امروز رو نگاه کنید، کاغذ گرفتن دستشون بگید لاری جانی تو غلط میکنی تصویب ولی فقیر رو به رأی میذاری، یعنی اصلا مهم نیست رأی. خب مثل اینکه سایت بیلوکس اشکال داشت، چند لحظه قطع شد. گرین آرمی عزیز اگر میخوای صحبت رو تموم بکنی یه 10-15 ثانیه وقت داری که جمع‌بندی کنی، اگه مایلی یه علامت بده که چون آخر صحبت رو تموم شد. خیلی متشکر از گرین آرمی عزیز. و دقیقا اگه ببینید بچه های ایران هستن دارن نتیجه گیری میکنن و دارن فکر میکنن و پیشنهاد میدن. اجازه بدید بریم توی اتاق یاهو. نه قرار شد سامان ملکی ایران، سامان ملکی از ایران 3 دقیقه‌شو صحبت کنه، بعد میریم فرزین به حال یا با حال توی یاهو. سامان ملکی بفرمید، خواهش میکنم 3 دقیقه.